به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت کاران سایت learnfiles.com. من احمد نعمتی هستم و توی این دمویی که میخوام خدمتتون نشون بدم در خصوص نحوه نوشتن یک حالا نرم افزار کتاب توی اندروید میخوام با هم دیگه ببینیم حالا چه کارهایی رو توی این پروژه انجام دادیم. قبل از هر چیز این پروژه تحت حالا میشه گفت ساختار متریال دیزاین طراحی شده. اون چیزهایی که خود گوگل به عنوان متریال دیزاین ارائه کرده، مثل نویگیشن راه یا ریسایکلر ویو یا کارد ویو یا چیزای دیگه‌ای که میشه گفت عموماً شامل مباحث متریال دیزاین هستش، ما اومدیم و از اونها استفاده کردیم و حالا در ادامه پروژه رو خدمتتون نشون میدم که دقیقاً چه کاری ما تو این پروژه انجام دادیم. بعد در خصوص کاری که کردیم، حالا به صورت خلاصه من اینجا اینها رو ذکر میکنم براتون. خب ابتدا من توی محیط ایکلیپس شروع به کد نویسی این میشه گفت دوره کردم، ولی خب به درخواست خود شما عزیزان این تغییر پیدا کرد توی محیط اندروید استودیو. خب مسلما محیط اندروید استودیو خیلی قوی تر از ایکلیپس هستش و خود گوگل هم دیگه میشه گفت الان جزء پیشنهاداتش هستش که بعد از ADT که خود حالا همون ایکلیپس بود دیگه الان میگه که توی اندروید استودیو شما کد نویسی کنیم و یه جورایی اون سفارش به ما میکنه که تو همون محیط کد نویسی کنید. همکش موقعی که شما یک کتابخونه رو اضافه میکنید خیلی راحت تر هستش. حالا ما در خصوص گریدل با هم دیگه صحبت کردیم طی این پروژه و میشه گفت تمام اون کارهایی که باید انجام بدیم رو تا یک برنامه خیلی شکیل و زیبا داشته باشیم رو با هم دیگه نوشیم و انجام دادیم. در خصوص ساختار متریال دیزاین ما نویگیشن درا ابتدا طراحی کردیم. حالا جلوتر بهتون نشون میدم نویگیشن درا چی هستش. در خصوص متریال آیکون ما هم دیگه صحبت کردیم و چجوری آیکون ها رو به هر رنگی که میخوایم حالا تغییر بدیم با هم صحبت کردیم. در خصوص ریسایکلر ویو اومدیم و به جای لیست ویو ما استفاده کردیم. در فرقش هم گفتیم با هم دیگه که میشه گفت خیلی جدیدتر از لیست ویو هستش و توی صفحه های مختلف توی سایت های مختلف میشه گفت خیلی بهتر هستش نسبت به لیست ویو. در خصوص تم با هم دیگه صحبت کردیم، یک استایل سفارشی شده به وجود آوردیم برای تولبار خودمون و از اون استفاده کردیم. در خصوص اسکرول ویو صحبت کردیم، این همه میشه گفت جزء مباحث متریال دیزاین هستش. در خصوص اسکرول ویو با هم دیگه صحبت کردیم که چجوری متن رو خیلی زیبا و حالا حالت انیمیشنی شده باشه و خیلی قشنگتر از اون چیزهایی باشه که حتی توی مثل مارکت هایی مثل بازار و اینا برنامه هاشون رو بقیه برنامه نویس ها اونجا آپلود میکنن. در خصوص کلن متریال دیزاین توی اندروید 5 هم با هم دیگه صحبت کردیم. این پروژه که ما میخوایم انجام بدیم از اندروید 2 تا اندروید 5 رو شامل میشه، یعنی همه اون دیوایس های مختلف میتونن اون توی گوشیش نصب کنن اون میشه گفت برنامه رو و استفاده بکنن. در خصوص سرکل ایمیج ویو هم یه صحبت کردیم که چجوری عکس ها رو به صورت دایره نشون بدیم و خب خیلی از نرم افزارا دیدیم مثل نرم افزار پیام رسان تلگرام شما اگر داخلش برید اون کانتکت ها رو به صورت دایره میاره، خب ظاهر بهتری داره نسبتاً. در خصوص مفهوم MVC با هم یه صحبت کردیم که چجوری ما میتونیم کلاس هایی رو به وجود بیاریم و توسط اون کلاس ها اون ریسایکلر ویو رو خیلی میشه گفت بهینه تر به وجود بیاریم. در خصوص با هم صحبت کردیم توی پروژه. در خصوص SQLite باز کامل پوشش دادیم بحث رو که اینکه چجوری ما بگیریم چجوری ارسال کنیم اطلاعات رو. کلا همه اطلاعاتی که حالا برنامه رو بهتون نشون میدم همه اطلاعات حالا توسط کوئری هایی که ما توی SQLite نوشیم این اطلاعات رد و بدل میشه، یعنی هم میگیره هم میفرسته. در خصوص کرسر و اینا هم که کامل با هم دیگه توی خود برنامه حالا توی این دوره که میشه گفت گذاشتیم در خصوص این کامل با هم دیگه صحبت کردیم، یعنی همه اینا رو ما پوشش دادیم که چجوری شما میتونید دیگه تمامی حالاتی که ما از SQLite یا کلن پایگاه داده میتونیم ارتباط برقرار کنیم رو با هم دیگه پوشش دادیم. ما توی این پروژه بیشتر از میشه گفت 7-8 تا ما اومدیم و از کتابخونه استفاده کردیم، هم کتابخونه هایی که برای زیباسازی مثلا سرکل ایمیج ویو از کتابخونه استفاده کردیم یا ریسایکلر ویو که کلن کتابخونه هستش.
و در خصوص کد نویسی و اینا هم کامل با همدیگه صحبت کردیم که چجوری بتونیم اون پروژه رو انجام بدیم. بعد میشه گفت در خصوص حالا اومدیم و در خصوص کارد ویو با هم دیگه صحبت کردیم و چجوری میتونیم اون ریسایکلر ویمون رو به صورت حالا بخش‌های جدا شده از کارد ویو قرار بدیم. در خصوص مبحث بسیار مهم فرگمنت با هم دیگه صحبت کردیم. مبحث‌های فرگمنت اکتیویتی اینا هم دیگه رو میشه گفت یه جوری با هم دیگه مچ هستن و باید در داخل هم دیگه اینا استفاده بشه. در این خصوص کامل پوشش دادیم مبحث رو و میشه گفت تقریبا شما هر استفاده رو میتونید از فرگمنت بکنید. در خصوص اکتیویتی هم که جزء مواد پایه‌ای اندروید هستش و در خصوص هم با صحبت کردیم. در خصوص ادپتر صحبت کردیم. در خصوص ویو هولدر صحبت کردیم که چجوری باز اون ریسایکلر ویون رو درست کنیم. در خصوص فلوتین لیبل و تولبار با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چجوری بتونیم توسط خود برنامه از طریق اینتنت های خود بازار بتونیم اون برنامه رو یه جورایی بهش نظر بدیم. درسته؟ در این خصوص هم با هم دیگه صحبت کردیم. بعد در خصوص میشه گفت خود بازار، خود نرم افزار رو چجوری حالا توی بازار قرار بدیم، روش های بهینه شده که میشه گفت چجوری آمار دانلود ها اونو ببریم بالا، حالا چه اگه فروشی باشه نرم افزارتون که خب چجوری به سود بالاتری دست پیدا کنی، اگرم رایگان باشه چجوری آمار دانلوداتون بره بالاتر. در این خصوص کامل رو هم دیگه صحبت کردیم تا جلسات آخر و میشه گفت تمامی مباحث رو ما اینجا پوشش دادیم. کاری که ما توی این میشه گفت برنامه انجام دادیم این برنامه ما هستش. درسته؟ همطور که میبینید ساختار کاملا متریال دیزاین داره. ما از نویگیشن درایو استفاده کردیم. بعد آیکونایی که شما میبینید از میشه گفت متریال آیکون ما استفاده کردیم. بعد سایتی رو معرفی کردیم که حالا آیکونای خیلی خوبی داره. بعد در خصوص ریسایکلر ویو هم که صحبت کردیم. ببینید اطلاعاتی که الان شما دارید میبینید داخل ریسایکلر ویو داره به نمایش گذاشته میشه. بعد حالت انیمیشنی که موقعی شما صفحه رو اسکرول میکنید این واسهتون میاد، میبینید این حالت رو با هم دیگه صحبت کردیم. در خصوص این فلوتین لیبل با هم دیگه صحبت کردیم. حالا اگه اصلا این فلوتین لیبل صحبت من اجرا کنم، موقعی که ما اجرا میکنیم آلت دیالوگ میاد و حالا یک درباره ما یا اباوتی ما گذاشتیم با هم دیگه که حالا شما هر چیزی میتونید بزنید. در خصوص ایونت های مختلف، ایونت کلیک، ایونت حالا در خصوص ایونت های ریپل با هم دیگه صحبت کردیم. موقعی که ما کلیک میکنیم، به عنوان مثال من انیشن رو کلیک میکنم، یک حالت انیمیشنی به عنوان ریپل اجرا میشه. این ساختار کلی هستش که اون برنامه ما اجرا میشه. ببینید موقعی که من سفرش چیز میکنم به حالت انیمیشن هستش و اینجا حالا اسم انیشتن میاد. همه این اطلاعات از دیتابیس خونده میشه. ما اومدیم یک فلوتین لیبل دیگه استفاده کردیم تحت عنوان فیوریت. ببینید من موقعی که میزنم به دیتابیس متصل میشه و اون بررسی لازم رو میکنه که آیا فیوریت ما به عنوان مثال چه عددی هستش. در صورتی که 0 باشه یعنی فیوریت نشده، در صورتی 1 باشه یعنی فیوریت شده. بعد در خصوص فونت و اینا هم با هم دیگه کامل صحبت کردیم. حالا من بیام قسمت هایی که توی نویگیشن درا ما اومدیم و یک نویگیشن درا کاملا اختصاصی خودمون از 0 طراحی کردیم. یعنی اینکه چجوری ما میشه گفت این داخل این که ریسایکلر ویو هستش، یعنی ریسایکلر ویو که داخل نویگیشن درا هستش. در این خصوص با هم دیگه صحبت کردیم. در این خصوص که چجوری حالا این آیکونایی که به این صورت هستش رو با هم دیگه ریس کنیم. در خصوص XML با هم دیگه صحبت کردیم که چجوری میشه گفت تمامی حالات مچ برن رپ کانتنت همه اینا رو با هم دیگه صحبت کردیم که توی پروژه چجوری از اونا بتونیم استفاده کنیم. اولین کاری که باز ما کردیم در خصوص سرچ یا جستجو نوشیم. جستجویی که ما نوشیم میشه که حالت حالا موقعی که ما تا میزنیم بدون حالا هیچ مکسی اطلاعات از دیتابیس خونده میشه و اینجا برای ما به نمایش گذاشته میشه. میبینید به این صورت برای ما نشون میده. بعد در خصوص حالا میشه گفت علاقه‌مندی‌ها با هم دیگه صحبت کردیم. من اونجا انیشتن رو لایک کردم. درسته؟ موقعی که من میرم داخل اینجا برای من میاد. درسته؟ مثلا من اگر الان یه دو تا دیگه هم از دانشمندا رو اینجا اضافه کنم،
و موقعی که برم داخل علاقمندی ها میبینید که اینا داره به این صورت واسهتون میاد، درسته؟ بعد در خصوص یه تنظیمات گذاشیم که یک میشه گفت سیک بار ما قرار دادیم که بتونیم متن رو کم و زیاد کنیم، اطلاعاتی که ما موقعی که سیو میکنیم داخل دیتابیس ذخیره میشه و من موقعی که برم میبینید که فونت بزرگتر شده، درسته؟ در این خصوص باز با هم صحبت کردیم، در خصوص نظر به برنامه کار کردیم، ما موقعی که میزنیم از اینترنت های خود بازار وصل میشه و برای ما میاره، شما میتونید اینجا نظر بدید و حالا اون چیزی که میخواید رو بنویسید، بعد ثبت میزنید که واسهتون میاد. در خصوص باز منابعی که باز یک آلر دایلوگ هستش استفاده کردیم که میشه گفت اون سایتی که ما مطالبش رو از اونجا گرفتیم به عنوان منابع اینجا درج کردیم. در خصوص حالا خروج هم که اکسیت هستش و اون دستوراتی که مربوط به خروج هستش ما اینجا گذاشتیم. بعد اومدیم در خصوص حالا آیکون و اینا با هم صحبت کردیم که چجوری شما بتونید حالا آیکون اون چجوری حالا آیکون این آیکون رو ست کنید، بعد اسمش رو عوض کنید و کلا مباحثی که لازم هستش که شما بذارید برای اینکه حالا موقعی که دون نرم افزار بازار مارکت بازار شما قرار میدید بتونید اون اطلاعات حالا اون نرم افزار رد نشه و حالا به صورت حالا خیلی اونجوری که شما میخواید و واسهتون سوداوری هم داشته باشه. در خصوص منو هم با هم یه صحبت کردیم، باز من این منو رو اتصال دارم به همون تنظیمات، درسته؟ بعد در آخر پروژه هم ما اومدیم و میشه گفت این در خصوص پنل توسعه دهنده خود بازار رو هم دیگه صحبت کردیم که چجوری ما اول باید بگیریم به عنوان حالا 5000 تومانی که ابتدا باید چیز کنیم، نرم افزارمون رو اینجا آپلود کردیم و فعلا منتظر هستیم تا نرم افزار تایید بشه. بعد از اینکه نرم افزار تایید شد حالا لینکش رو تو سایت قرار میدیم که شما عزیزان به عنوان دمو حالا اون نرم افزار رو ببینید و حالا ببینید که دقیقا ما چیکار کردیم. البته فایل ای پی کاش من قرار میدم توی سایت که شما عزیزان بتونید به عنوان دمو کار ما رو ببینید که ما توی این پروژه دقیقا چیکار کردیم. اصولا روشی که من برای تدریس انتخاب کردم معمولا، یعنی تقریبا اکثر موقعی که من میخوام یک کاری رو شروع کنم قبلش خودم کداش رو انجام میدم و بهتون نشون میدم. به عنوان مثال ما موقعی که خواستیم نویگیشن درا رو با هم دیگه کار کنیم، من ابتدا اومدم و نویگیشن درا خودم طراحی کردم و بهتون و حالا تو فیلم نشون دادم که چجوری از این نویگیشن درا بتونیم استفاده کنیم و کلا بتونیم طراحیش کنیم. بعد اومدیم شروع کردیم به کد نویسی ها و ادامه کارا. کارمون توی میشه گفت تو اندروید استودیو ابتدا توی اکلیپس بود، بعد توی محیط حالا قدرتمندتر اندروید استودیو اومدیم کار رو ادامه دادیم. همطور که میبینید اینجا اینا کلاس ها و اکتیویتی های مختلفی هستش، البته همچنین فرگمنت ها که ما اومدیم و این کارها رو واسه اینکه اون ساختاری که میخوایم رو به وجود بیاریم. میشه گفت تقریبا کار کامله، یعنی حالا ایشالا تو دوره‌های بعدی که در خصوص وب سرویس با هم دیگه صحبت میکنیم و دورش رو میذاریم، توی همین دوره تقریبا شما میتونید تقریبا همه برنامه هایی که توی بازار حالت کتاب رو دارن، حالت خوندنی رو دارن، غیر از برنامه که حالا صرفا از اینترنت دریافت میکنن که اونم توی دوره‌های بعدی خدمتتون عرض میکنیم که اگر این و اون دوره بعدی رو شما ببینید دیگه قطعا میتونید بیشتر از 80-90% برنامه های خود بازار رو خودتون کد نویسی کنید، یعنی دقیقا ساختارش رو میدونید. صرفا کافیه که یک لوگوی خوب، یک آیکون خوب، یک میشه گفت عکس خوب واسه اون برنامه‌تون انتخاب کنید، عکس های خوبی بذارید، بعد مسلما به فروش خیلی بالایی دست پیدا میکنه. همونطور که میبینید توی همین مارکت بازار خیلی‌ها واقعا درآمدهای خیلی خوبی دارن ماهیانه و دارن از فروش نرم افزارها به دست میارن. توی این میشه گفت توی این کار اندروید، مخصوصا اندروید، حالا کد نویسی برای اندروید خیلی بازار کارش خوبه، یعنی شما در صورتی که دنبالش باشین و بخواین میتونید واقعا به حقوقای خیلی خوبی هم دست پیدا کنید، در صورتی که شما هیچ واقعا سر کار و اینا هم لازم نیست، جایی میشه دورکاری هستش و اون چیزی که میخواین واقعا به دست میاد و حقوقش هم بسیار خوب هستش. حالا باز البته به برنامه شما هم ربط داره که دقیقا چه ایده ای رو واسه برنامه‌تون بذاریم و به چه نحوی بخوایم اون رو پیاده سازی کنیم. انشالله که موفق باشید. دوره کاملی هستش، انشالله که تا آخر دوره
با ما همراه باشه. فعلا خدا نگهدار.